خب دوستان سلام عرض میکنم مدتی در مصنوی تاخیر شد و بعد از دو هفته که نبودیم حالا هفته سوم است که برگشتیم و داریم داستان منطق طیر عطار رو دنبال می‌کنیم و رسیدیم به اون وادی استقنا و توی وادی استغنا من یادتون باشه رسیده بودیم به یک جای خیلی جالبی و اون بحث اینو من مطرح می‌کردم که انبیا و اولیا از نظر عطار خسر دنیا و آخرت هم و اینکه اینها در بدترین شرایط انبیا اتفاقا قرار داره و این همون به اصطلاحی که از نمادهای همین وادی استقناس وادی استقنا در واقع این معنیش این میشه که شما برسی به یک موقعیتی که حس کنی که معشوق م... م... تو فرقی براش نداره که تو کار خوب بکنی یا کار بد بکنی چقدر پاک دامن باشی یا نباشی و این این بیابان یه بیابان پر از سرگردانی است پر از شرایط غیر قابل پیش بینی است بخاطر خب ما عادت کردیم که یه نگاهی داشته باشیم مبتنی بر عدل و توازن و معتقدیم که به هر حال اگر عدل و توازنی نباشه قانونی نیست و اگر قانونی نباشه نظامی نیست حالا اگر قانون گذار جوری عمل بکنه که من چه خوب باشم چه بد باشم با یک چوب من رو بزنه یا هر جور دلش خواست من رو هدایت بکنه اگر کار بد بکنم او به خوبی برگزار کنه اگر کار خوب بکنم او به بدی برگذار بکنه خب این که نمیشه این که نه نظمیه نه ادالتیه نه نزم... قانونی تو جامعه باقی من. ولی خب وادی استقنا عرصه یک چنین شرایطی است و یکی از طبعات این دنیای استقنا مبتنی بر استقنا این هست که زهر و شهد با هم فرقی ندارد شما ممکن شهد بخوری شفا پیدا کنی ممکن شهد بخوری بمیری ممکنه زهر بخوری شفا پیدا کنی ممکنه یه شهدی از یه زهری تلختر باشه و مهلکتر باشه رسیده به این،, این،, لحظه و میخواد داستان تعریف کنه راجع به این موضوع میگه آن مگس میشد زبهر توشه ای دید کندوی اصل در کوشه ای. دید کندوی اصل در گوشه ای. شد ز شوق آن اصل دلداده ای در خروش آمد که کو آزاده ای که از من مسکین جوی بستاند و در درون کندو بنشاند این یکی از نحوه های به بیان تمنا هست و بیان آرزو هست که ما بگیم که یک نفر آیا پیدا میشه که دوزار از ما بگیره بذار ما مثلا یه لغم نون بخوریم کسی هست که دوزار از ما بگیره یا صد تومن از ما بگیره بذار ما امشب مثلا یه جای امنی سرمون بر بالین بذاریم آیا کسی هست که مثلا یه پولی از ما بگیره بذار ما ما مثلا یه مسیری که درسته رو راهنمایی کنه ما بریم یه نوع به اصطلاح بیان تمنا است میگیش حالا مگسه داره میگه که شد ز شوق آن اصل دلداده ای در خروش آمد که کو آزاده ای. یعنی یه نفر هست آیا که از من مسکین جوی جو بستاند و دوزار از ما بگیره در درون کندو هم بنشاند و اجازه بده ما بریم داخل این کندو شاخ وصلم گر به بر آید چونین منج نیکوتر بود در انگبین میگه که شاخ وصلم گر به بر آید چنین یعنی اگر چنین شاخه وسال من محصول بده یعنی من وصل بشم به،, به, به،, شهد منج یعنی مگس زنبور اصل منج نیکوتر بود در انگوین این عین همون چیزیست که باد باشه اگر بشود که من برم اون تو این همون عین عدالته عین حقه این طبیعته. چون مونج منج بهتره که پلو انگبین باشه فل واقع میخواد بگه که من چیز خلافی هم نمیخوام من میخوام برم همون که باید باشم جای مگس اصل در کندوست کند کارش را کسی بیرون شوی در درون رهدادش شو بستد جوی خب میگه کرد کارش را کسی بیرون شوی بیرون شو یعنی راه حل بیرون شدن اصلا یعنی اینکه از مشکل بیرون رفتن از مسئله بیرون رفتن یعنی راه حل پس میگه کرد کارش را کسی بیرون شوی یعنی نفر یعنی یه راه حلی داد یه مشکلش حل کرد در درون ره دادش رو بستد جوی و جوی گرفت و یه مقدار پول گرفت ازش رو اجازه داد چون مگس را با اصل افتاد کار پای و دستش در اصل شد استوار در تپیدن سوس شد پیوند او و از چخیدن سخت در شد بند او خب در تپیدن سوس شد پیوند او یعنی از باب این که گیر کرده بود پاش تو اصلا هرچی که تقلا می کرد خسته تر می شد از تپیدن سوس شد پیوند او و از چخیدن چرخیدن یعنی ستیزه کردن کوشیدن سختتر شد مندو و هی باعث می شد که بیشتر در اصل فرو بره و محکمتر گیر بکنه در مورد این چخیدن یه مثال یه هست همیشه تو ذهن من از ناصر خسرو که منصوب است به ناصر خسرو قصیده است منصوب به ناصر خسرو به خاطر کفرامیز بودنش از نوجوانی که خب آدم دیدن شعرهای کفرامیز و تو نوجوانی خیلی میخونه و هیجان زده میشه یه قصیده است تو که ناصر خسرو خطاب به خدا میگه میگه اگر ریگی به کفش خود نداری چرا باید شیطان آفریدن خدا یا راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چخیدن از ترس نتوانم چخیدن یعنی از ترس جرات نمیکنم چیزی بگم ستیزه ای بکنم جنگی بکنم ولی تقصیر خودت در تپیدن سوس شد پیوند او و از چخیدن سختتر شد بند او در خروش آمد که ما را قهر گشت قهر اینجا یعنی فضای به اصطلاح به معنی قضای بد هست اتفاق بد هست حالا میتونیم بگیم که ما را قهر کشت اشکال نداره که ما را قهر کشت و انگمینم سختتر از زهر کشت و انگبین یعنی اصل باعث شد که من کشته بشم چون گیر کرده بود دیگه بدتر از زهر گر جوی دادم دو جو اکنون دهم ده بو که از این درماندگی بیرون جم کس در این وادی دمی فارغ مباد مرد این وادی به جز بالغ مباد میگی این مساق وادی استغناست که در وادی استغنا زهر و شهد مثل همد هر دوتا به یک اندازه میتونن کشنده باشن و حتی بعضی موقع شهد از زهر کشنده تن. روزگاری ای دل آشفت کار تا به غفلت میگذاری روزگار روزگاری است که حالا ما در واقع اینجوری دیگه تو فارسی امروز تو وزن اوزان امروز نمیگن میگیم روزگاری ای دل آشفت کار تا به غفلت میگذاری روزگار عمر در بیحاصلی بردی به سر کو کنون تحصیل را عمری دیگر خیز و این وادی مشکل قطع کن باز پر و از جان و از دل قطع کن و از جان و از دل قطع کن یعنی با نیروی دل و جان خودت با اراده پولادین خودت این مسیر رو پشت سر بود یعنی خود به اصطلاح عطار یا حالا هدهد میدونه که گذشتن از وادی استقنا سخته به مرغان میگه که شما یه عمری در بیحاصلی به سر بردین حالا باید بلنشین اراده کنین و از جان و دل پرواز کنین و این با وادی رو قطع کنین و از این عبور کنین این وادی وادی است زانک تا با جان و با دل همبری مشرکی و از مشکلات مشرکان غافل تری جان برفشان در راه و دل کن نصار و نز استغنا بگردانند کار استغنا گفتیم که برای اینکه کار رو بر شما بگردانند دلیل احتیاج ندارند دیگه یعنی میبینن تو بقیه وادی ها شما میتونید طلبکار باشی. شما مثلا فرض کنید میتونید به خدا بگی که من مثلا عمل خیر کردم شما توی کارنامه من سعیات نوشتید به جای حسنات سعیات نوشتید خب این برای چی کار کردیم خدا هم میکنه میگه ببخش ما اشتباه کردیم مذرت میکنم پاکشون میکن درستشون میکنه. ولی تو وادی استقنا شما همچی زبونتون دراز نیست میگه دلم میخواد شما بهش میگین که آقا اینجا بد نوشتی میگه دلم میخواد میگه ما این کارا رو نکردیم میگه همین کس That's it. بنابراین میگه جان برفشان در ره و دل کن نسار ورنز استغنا استقنا بگردانند کار کارتو میگردونن میگردانند تو هیچ کاری نمیتونی بکنی هیچ حرفی نداری برای زده اگر بخوام یه مثال ساده این جهانی بزنم در مورد وادی استغنا شاید بشه مریضداری رو و پرستاری رو تو اصطلاح یه جوری تو وادی استغنا به عنوان مثال گنجند به این صورت که بعضی موقع به شما میگن که آقا این مریضه اوقاتش تلخه دوچار حالت روان است ادرارش نمیتون کنترل کنه رخت خوابش بو میده میخوای پرستاری کنی شما میگی بله میری خدمت میکنی طرف فوشت میده چون عصبیه چون روحیه بدی داره چون که دچار پریشانی ممکنه ذهنی باشه ممکنه منتال پرابلم داشته باشه شما نباید بگی که خب من نمیشه که من برم خدمت کنم این بده میگن که نه اینجا وادی وادی استغناص. یعنی شما اگر میخوای کمک کنی اگر میخوای خدمت کنی از این وادی میخوای بگذری باید خدمت کنی این مهم نیست که تو در ازایی چی میگیری و چی میبینی و چی کار میکنی یکی از دوستان ما در این چیز در این واقعه هواپیمای اوکراینی خانواده ای از بین رفتن تماس گرفتن با پدر مادر اینا برای من خیلی سخته در صورتی که خب خیلی هم دوستشون دارم و خیلی دلم میخواد زنگ بزنم و یاد اون بچه ها رو بکنم باشون حرف این با اونا بزنم خیلی برام سخت این تماس گرفتن نمیتونم قدرتش در خودم نمیبینم به خاطری که در خودم لیاقت عبور از وادی استغنار نمیبینم سخت برام هر برخوردی که ممکنه بشنوم هر حرفی که ممکنه بشنوم انسانی که قدرت این رو داره که بره و سخن بگه و هر چی که میخواد طرف بگه بگه بشنوه و به دیده منت بشنوه و با حلم بشنوه با بزرگی بشنوه با بزرگواری بشنوه یه چیز غمنگیزی میگه شما بشنوی یه چیز شادی میگه شما بشنوی متلکی بهت میگه شما بشنوی محبتی بهت میکنه شما بشنوی فرقی نمیکنه هر هرچی میخواد بگه این مثلا در من نیست توان در من نیست این مثال به اصطلاح این جهانی و عینیش در واقع میشه این وادی استقرا حکایت شیخی خرق پوش که عاشق دختر سگبان شد بود شیخی خرق پوش و نامدار برد از وی دختر سگبان قرار شد چونان در عشق آن دلبر زبون که از دلش میزد چو دریا موج خون بر امید آن که آنک بیند روی او شب بخفتی با سگان در کوی او مادر دختر از آن آگاه شد گفت شیخا چون دلت گمراه شد پیر اگر بر دست ما پیر اگر بر دست دارد این همه یا تو نسخه دیگه هست گر تو را افتاد با ما این حوض پیر اگر بر دست دارد این هوس یعنی که اگر این تمنا تمنای واقعی تو هست که این دختر رو به وسال این دختر برسی پیشه ما هست سگوانی و باز. ما سگوانی شغل ما سگوانیه اگر میخوای باید سگوان بشی اگر دلت میخواد که بچه بگیری ببری رنگ ما گیری و سگوانی کنی بعد سالی عقد و مهمانی کنی چون نبودان شیخ اندر عشق سست خرقه را بفکند و شد در کار چست با سگی در دست در بازار شد قرب سالی از این کار شد صوفی دیگر که بودش هم نفس چون چنانش دید گفته هیچ کس مدت سی سال بودی مرد مرد این چرا کردی یا هرگز این که کرد گفت ای غافل مکن قصه دراز زن که اگر پرده کنی زین قصه باز حق تعالی داند این اسرار را با تو گرداند همین این کار را چون ببیند تعنی پیو... پیوست تو تعنی پیوست تو یعنی این لجبازی تعن آمیز تو این تعنه ها و این انتقاد های لجوجانی تو رو سگ نهد از دست من بعد است با مواظب باشه هی نه یا بگو چرا اینجوری چرا اونجوری خدا این سگا رو دست من میگیرم میدو دست و تو از فردا مجبوری این سگا رو بچرخونی و خب این یه جوری به اصطلاح خیلی فشرده و خلاصه همون داستان شیخ صنعانه دیگه و میگه که در واقع تو وادی استقنا آمادگی باید داشته باشی برای هر چیزی و اتفاقا بحث نکنی و چیزی نگی و انتقادی از کسی نکنی چند گویم این دلم د... این این دلم از درد راه خون شد و یک دم نیامد مرد راه خب اینجا به اصطلاح م... گوینده تغییر میکنه تا حالا گوینده اون فردی بوده که تو داستان بوده یعنی اون فردی که س... به اصطلاح داشته سگبانی میکرده اون داره حرف میزنه ولی یهو یه هدهد خودش در واقع داستانش تموم میکنه خود هدهد حالا شروع میکنه حرف زدن میگه چند گویم این دلم از درد راه خون شد و یک دم نیامد مرد را میگه من چقدر حالا از قصه های بگم و بگم و بگم و کسی دیگه پیدا نمیشه که بخواد در این وادی ها بیاد من به بیهوده شدم بسیار گوی و از شما یک تن نشد اسرار جوی گر شما اسراردان ره شوید آن گهی از حرف من آگه شوید گر بگویم بیش از این در ره بسی جمله درخواهید کو رهبر کسی رهبر اینجا ظاهرا به معنی رهرو است میگه که اگر بگویم بیش از این در ره بسی میگه اگر بیشتر از این بخوام در مورد راه بگم و در مورد مسیر بگم و در مورد وادی ها بگم جمله در خوابید کو رهبر کسی همه تو خواب میرید و این قصه ها به گوش شما حکایت خفتنه و کسی رهرو نیست خب ببینن در واقع حالا از این به بعد این از وادی استقنا خب ما سه تا وادی دیگه داریم دیگه همین وادی به استقنا که وسط بعدش وادی حیرت هست و بعدش هم وادی فقر و فنا هست اینها دیگه مراحلی است که توقع نمیره که مریدان عادی در واقع بتونن از این وادی ها عبور بکنن از منظر هود هود این وادی ها وادی های دشواری و کسی نمیتونه از اینها عبور بکنه این هست که هی درش ممکنه صدای به اصطلاح نامرادی و صدای ناامیدی بشنویم از جمله اینجا که آقای هود, هود یا خانم هود, هود داره این نامیدی خودش ابراز میکنه حکایت مریدی که از شیخ خواست تا نکته ای بگوید آن مریدی شیخ را گفت از حضور نکته ای برگو شیخش گفت دور یه مریدی رفت به شیخ گفت که یه نکته از وسال به من بگو شیخ گفت برگم کارت مدستوی این چه سوالی میکنی؟ نکته ای برگوی شیخش گفت دور دور یعنی برگمشو گر شما روحا بشویید این زمان آن یهی من نکته آرم در میان و میگه برن اول دستورتون بشونم بعدش من میام داستان براتون تعریف این دست روی ناشور داشتن یعنی اینکه بی موقع بودن بی موقع پرسیدن غیر مرتبط پرسیدن در کرمو هنوز به کار میره گاهی اوقات مثلا اگر یه میهمانی به خونه شما بیاد و وقت مناسبی نباشه و مثلا خونه شما به همشور باشه بعد شما تو تارف بیفتین بعد مجبورشون اون دعوت کنین تو بعد اونم اکراه داشته باشه بعد بالاخره بیاد تو بعد شما اسباب پذیرایی نداشته باشین بعد خجالت بکشین بعد اون بره بعد شما اگر ممکنه بعدا بگه که من اومدم خونتون ولی دستروم رو ناشود. این من اومدم خونتون ولی دستروم رو بود یعنی اینکه موقع مناسبی نبود ببخشید گر شما روها بشویید این زمان آنگهی من نکته آرم در میان یعنی شما اگر اهلش باشین من میگم نکته ای. در نجاست مشک بویی زن چه سود پیش مستان نکته گویی زن چه سود و فایده نداره انسان وسط نجاسات وایسه و گیرم مشک ببویه حرف ها رو برای ناهل زدن مثل این که مشک ببوییم در نجاست خب دو نسخه آقای مشکور بین گر شما روحا بشویید این زمان و بیت بعدی در نجاست مشک بویزان چه سود چند بیت هست که اونها را من میخونم برای شما حال شما دیگه نمیبینید میگه ای خدای زلجلال ایثار کن جان ما را چون چشان دیزین سخن گوش ما گیرو بدان حلقه کشان که از حقیقت میخورند که از حقیقت میخورند آن سرخوشان هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو محبت هم ز تو این و مخصوصا میخونم به خاطر که دیدن که این تو رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم به صورت به اصطلاح آواز این خونده میشد و هی تکرار میشد هم دعا از تو هم, هم اجابت هم ز تو به نظرم تو ماه رمزون و اینا این ره تلویزیون میخوند ایمنی از تو مهابت همز تو گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مسلحی تو ای تو سلطان سخن با هوا و آرزو کم باش دوست چون یوزلک انسبیل الله بوست یوزلک انسبیل الله یعنی گمراه کننده از راه خدا پخته گرده یعنی هوا و آرزو یوزلک انسبیل الله هست میگه با هوا و آرزو کم باش دوست چون یوزلک ان سبیل الله اوست پخته گرد و از تغییر دور شو همچون برهان محقق نور شو و بعد اون وقت اون بیتی هست که شما داشتید در نجاست مشک بویی چه سود پیش مستان نکته گویی چه سود یه نکته دیگری که در این ابیاتی که حالا خوندم از از نسخه آقای مشکور از این بیت آخر بود که میگه پخته گرد و از تغییر دور شو همچون برهان محقق نور شد خب میدونن در مصنوی مولوی اگر یادتون باشه تو دفتر دوم که میخوندیم اونجایی که گفتن والی به آن مرد که خاربون ها را بر کرد تو اون داستان تو اون داستان این بیت دقیقا همین بیت اومده یعنی پخته گرد و از تغییر دور شد همچون برهان محقق نور شد و وقتی آدم در مصنوی مولوی اینو میخونه احساس میکنه این برهان الدین محقق ترمدیر میگه یعنی برهان الدین محقق ترمدی منظور نظر مولوی است حالا سوال اینه که اگر این بیت مال عطار باشه و واقعا معتبر باشه الان نمیدونم سمیرا خانم هستن یا نه نسخه آقای شفی کتکنی اصلا این بیت رو داره یا نه اگه هستن جواب بدم به من سلام آقای راد سلام شما نسخه آقای شفی کتکنی رو میبینن جلاتون نه آقای راد من متاسفانه چون تازه اسباب کشی کردم همه یه بله, 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 بله. نه اشکال نداره اشکال نداره حالا حالا بعدا نگاه یک باز کردم نگاه میکنم حتما رو میگم معذرت میخوام واقعا خواهش میکنم نگاه که کردین تو قلم رو بنویسین که دوستانم ببینن حالا بیام فرض کنیم که تو نسخه ایشون هم هست و فرض کنیم که این بیت معتبره و مال عطاره حال سوال اینه که منظورش از برهان محقق چیه یعنی خب میتونه باشه واقعا برهان محقق دیگه یه محققی که دلیلی میاره میگه پخته گرد و از تغییر دور شو یعنی این که واضحه داره توصیه میکنه به پختگی داره توصیه میکنه به این که تو شرایط این رو داشته باش که از این وادی ها عبور کنی همچون برهان محقق همچون دلایل فرد اهل تحقیق نور شو تبدیل به نور شو همون که دلایل انسان های اهل تحقیق از جنس نوره و از جنس راستی هست تو هم راست و درست و اینها باش خب حالا باز دوباره سال پیش میاد که بسیار خوب حالا اگر ایجوریه حالا از کجا معلوم مولوی واقعا وقتی این رو تکرار کرده منظورش چی بوده یعنی اونجا خب ما تقریبا یقین پیدا میکنیم که این منظور برهان الدین محقق ترمدی است و خب حالا باز من نگاه کردم دیدم که محقق محقق ترمدی سال 540 قمری به دنیا اومده ببخشم 561 هجری قمری به دنیا اومده عطار سال 540 به دنیا اومده یعنی عطار میتونسته برهان الدین محقق ترمدی رو دیده باشه خب طبیعی هم هست میتونسته دیده باشه به خاطر ما میدونیم که مولوی وقتی بچه بوده عطار رو دیده و خب بعدا محقق ترمدی اومده و در کونیه معلم مولوی شده پس بنابراین پیرمردی بوده نسبت به مولوی پس بنابراین احتمال داره اتار هم محقق ترمدی رو دیده باشه و بشنا... میشناخته محقق رو منطق بازم عجیبه که از برها ندیر محقق ترمدی با این به اصطلاح چیز یاد بکنه با این اهمیت یاد کنه پختگرد و از تغییر دور شو همچو برهان محقق نور شد چه خبر بوده مگر مگه کی بوده یه آدم که مثلا حالا تازه سنش هم اینقدر که همجور که میگم از عطار کمتره یعنی عطار متولد 540 شهله. ایشون متولد 561 که یعنی 21 سال از عطار بچه تر بوده و بعیده که عطار اینجوری مقامی برای او قائل باشه به هر حال چون این هم هست گفتم که شما میدونم اغلبتون به به مصنوی علاقه دارین و بیتیست که میتونه توجهتون رو جلب بکنه این هم در بعضی از نسخه ها هست که در, در منطقه تیر هست خب اینجا تموم میشه وادی استغنا یعنی ما نیمه کاره بود وادی استغنا هفته گذشته باید یعنی سه هفته گذشته باید تمومش میکردیم ولی اینجا الان تموم شد حال و آخرش هم میبینیم که با شکوایی تموم شد یعنی به نظر میرسه که وادی استقنا رو هر کسی نمیتونه طی کنه و حدحد میگه در نجاست مشکبویی بویی زان چه سود یعنی این حرفایی که من میزنم فایده نداره کسی از این وادی نمیتونه عبور کنه پیش مستان نکته گویی زان چه سود خب حالا باید وادی بعدی حادتا وادی مشکلتری باشه دیگه بیان وادی توحید بعد از این وادی بعد از این وادی یه توحید آید منزل تفرید و تجرید آید روی ها چون زین بیابان در کنن یعنی چون که به بی این بیابان رو بکنن چون به این وادی رو بکنن آدم ها برسن به این وادی جمله سر از یک گریبان برکنن ببینن این،, این وادی دشواری فهم وادی توحید حالا از نظر عطار یا از اون از نظر منطق صوفیانه این هست که میگه قبل از وادی توحید هرچه هست پیچیدگی هایی که او وادی ها دارن هرچه هست هویت ها مستقلن از هم بالاخره من مهران رادم اون کاوه شکوری است ما با هم فرق داریم ولی میگه که در وادی توحید وقتی که میان سرها از یک گریبان بیرون میاد در وادی توحید دیگه آدما با هم فرق ندارن بینه میگه روی ها چون زین بیابان در کنند جمله سر از یک گریبان بر کنند گر بسی بینی عدد گر اندکی آن یکی باشد در این ره بیشکی چون بسی باشد یکی یکندر در یک مدام آن یکن در یک یکی باشد تمام ببینید این نکته جالبی میگه میگه که به طور عادی به طور عادی به طور معمول در ریاضیات متعارف بسی باشد یک در یک مدام یعنی اگر شما بگید یک به علاوه 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 یک, بعلاوی یک, بعلاوی یک بالاخره میشه بسی چون بسی باشد یک اندر یک مدام یک ها وقتی که کنار هم قرار میگیرن میشن بسیار آن یک اندر یک یکی باشد تمام میگی اینجا هرچی یک کنار هم بذاریم بازم میشه یک ریاضیات وادی توحید با ریاضیات بقیه واحد ها فرق داره بقیه واحد ها گفتن ببخشنه بقیه وادی ها فرق داره اینجا هرچی یک به علاوه یک بگذاریم باز میشه یک من یادمه که زمان شاه یه فیلم سینمایی دیدم در انفوان بچگی برام جالب بود این فیلم داستان یه زنی بود در امریکا که دلش میخواست که کلاس زناشویی بذاره برای بچه های دبیرستانی و اون موقع کلاس زناشویی حال یا دانشگاهی یا دبیرستانی تابو بود یعنی در آمریکای اون زمان که حالی فیلم داشت تهیه شد نمی شدی که سر کلاس ها راجع به زناشویی مسائل زناشویی سکس رختخواب، خواب اینا توی دان... دبیرستان ها و دانشگاه ها حرف زده نمی شد. این کوشش های این زن بود برای اینکه این رو تبدیل بکنه به یک واحد درسی این موضوع رو و آخر فیلم هم ایشون موفق شد تمام این طول این فیلم تلاش این آدم بود برای این کار و اولین آخرین صحنه آخرین سکانس این فیلم این بود که این زن رفت نطق کلاس رو بکنه کلاس میخواست شروع بشه میخواست نطق کنه کلاس شروع کنه گفت در ریاضیات متداول یک به علاوه یک میشه دو در این کلاس ما یک به علاوه یک میشه سه و خب منظورش یعنی یه مردی وقتی با یه زنی جمع بشن میشن حداقل سه حالا اگر یه قلوب زاین یا دو قلوب داشته باشن خب چار دیگه یعنی میخواست بگه ریاضیات ای کلاس این منطق ای کلاس با بقیه منطق فرق داره وقتی که شما وارد کلاس زناشویی میشین دیگه باید اون چارچوب های درس خوندن متداولتونه تونه بذاریم. کنار ما اینجا از یه چیزهای این اینه میخواست بگه ما داریم از یه چیزهای حرف میزنیم که اینها تاب و شکنیست و شکستن و عرف و اینها با این مثال شروع کرد حالا میبینم که عطار هم با همین مثال در واقع داره توضیح میده وادی توحید رو میگه ریاضیات این بسرا وادی با ریاضیات های دیگه فرق داره نیست آن یک کان اهد آیت تو را زن یکی کان در عدد آیت تو را میگه یک اهد با یک عدد فرق داره میگه یک عدد وقتی بشینه کنار بقیه یک ها خب میشه بسی ولی یک اهد کنار هر چی میخواد بشینه بشینه باز عهده هیچ فرقی نمیکنه اهد همیشه اهده. ولی عدد هست که بزرگتر میشه کوچیکتر میشه چون برون است آن حد و از عدد یا تو نسخه شما هست چون برون است از احد وین از عدد از ازل قطع نظر کن و از ابد از ازل قطع نظر کن و از ابد یعنی دست از دویت برد. چون میدونن دویت منتهی میشه به ازل و ابد اینجا در واقع یک جوری نگاه به اصطلاح غلبه نگاه سانسکریتی و نگاه در واقع ایران باستانی به, به مسئله جهان هست تا نگاه مثلا حدیان ابراهیمی در مقابل نگاه ادیان ابراهیم یه نگاه جنوسیه در واقع حالا بهتر بگم سانسکریتی که میگم منظورم حوزه زبان به اصطلاح زبانی سانسکریت که شما ببینید وقتی که قائل میشید به اینکه دنیا یک ازل داره و یک ابد داره خود این کفره از نظر نگاه ایرانی ایران کهن این کفره چون شما اگر بگید خدا مثلا توحید رو اینجوری نگاه کنید بگید که خدا یک روز ازلی بوده آفرینش رو شروع کرده بعد همه این مخلوق ها بعد از یه پروسه دوباره بر میرسن می به خدا پس ما یک توحید داریم و یک معاد داریم اینجوری که مسلمان ها توضیح میدن و توحید رو جدا توضیح میدن معاد رو جدا توضیح میدن و اتفاقا اصرار دارن که اگر شما بخواید معاد رو کم رنگ کنید این کفره حق ندارید معاد رو کم رنگ کنید اتفاقا میگن معاد جزو اصول هست و اوردنش جزو اصول مذهب و اینها و اصرار دارن سرش خب این از منظر به اصطلاح وادی توحید این کفره به خاطر که شما این دوییته شما یه چیزی داری اول می بینید یه چیزی داری آخر میبینی میگه خدا قابل تقسیم به اول و آخره میگه خدا رو میشه به یه روز یا یه روز دیگه ای تقسیم کرد و از نظر نگاه به اصطلاح وادی توحید این یه دایره هست که هیچ جاش معلوم نیست که توحید کجاست معاد کجاست ما الان کجا هستیم اینا روی دایره دارن میچرخن یعنی آفرینش در واقع توی خط قرار نداره که یک سری داشته باشه ولو منهای بینهایت و یه تهی داشته باشه ولو به علاوه بینهایت در واقع این سر و ته اقومدن چسبیدن به هم و توحید رو ساختن توحید در واقع توی یه حلقه شکل میگیره خب نها کنه پس بنابراین میگه چون ازل گم شد عبد هم جاودان یعنی همواره همچنین است هر دو را که هیچ ماند در میان میگه تو عب، عب همین که تو ازل و ابد رو کنار بذاری وارد وادی توحید شدی و اگر ازل و ابد رو کنار بذاری دیگه چیزی نمیمونه چیزی اون وسط باقی نمیمونه بنابراین همه چیز میشه یک چون همه هیچی بود هیچ این همه کی بود دو اصل جز پیچ این همه دو اصل یعنی همین به اصطلاح ازل و ابد یعنی دو تا ریشه جز پیچ یعنی جز درد سر جز رنج جز فکر بیهوده میگه که بنابراین این دو اصلی بودن و دو بودن هیچ چیزی نیست غیر از پیچ غیر از رنج بیهوده خب اینجا باز دوباره یه مسئله بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکنه از منظر حالا در اون دینی که میتونه خطرناک باشه واقعا برای اکتار و نگاه به صوفیانه کفرامیز تلقی بشه گفت آن دیوانه را مردی عزیز چیست عالم شرد این مایه چیست یا توی نسخه دیگری هست چیست این عالم بگو این خانه نیست پس یک نفر بیا دیوانه گفت که این عالم چیه؟ شهر گفت هست این عالم پرناموننگ همچون نخلی بسته از صد گونه رنگ. ببینید در قدیم می اومدن با موم یه مجسمه های رو درست میکردن که یکی از متداول ترین های اینها درخت نخل بود. و من البته واقعا هیچ آیدیایی ندارم که چه شکلی بوده و چه جوری بوده هر چه که دیدم تو شعرها دیدم و توی توی مثلا لغتنامه ها دیدم و تو متون دیدم و اینها و نمیدونم واقعا این نخلی که میگن چه شکلی است مثلا چون دیدن مثلا بوت جقه رو خب ما میفهمیم شکل سروه حالا میتونیم بگیم سرو شبیه بوتجقه است یا بوتجقه در واقع یه جوری سرو ولی این که میگن نخل بندی و نخل چه شکلی داشته یه حدسیاتی میشه زد که مثلا یه پنجه ای بوده که حالا خم بوده به یه طرف اینا ولی واقعیتش اینه که همش حدسیات ولی به هر حال یه کسانی بودن که با موم میومدن نخل بندی میکردن که درخت و نخل و یا بقیه درخت یا چیزهای دیگر رو با موم درست میکردن به گفتن میگه گفت هست این عالم پرناموننگ همچون نخلی بسته از صد گونه رنگ گر به دست این, گر به دست این نخل میمالد یکی آن همه یک موم گردد بیشک میگه اگر بردارن همه این مجسمه ها رو بمالن توی پنجشون همهشون میشن یکی اینا چیزی بیشتر از همون عهد نیستن چون همه موم است و چیزی نیست نیز نیست رو که چندان رنگ جز یک چیز نیست چون یکی باشد همه نه و دوی نه منی برخی زد اینجا نه خب میگه که توی نسخه مشکور هست چون یکی باشد همه نه و دوی هم منی برخی زد اینجا هم توی نردبان خلق این ما و منیست. لاجرم زین نردبان افتاده نیست هر که بالا تا رود ابلهتر است کستخان او بتر خواهد شکست یعنی بیشتر خواهد شکست چون نمردی و نگشتی زنده زو یاغی باشی به شرکت مرکجو چون به دو زنده شدی آن وحدت است وحدت محض است آن نی شرکت است شرکت هم که میگه منظورش از شرکت در واقع مشرک بودن است میگه که وحدت محض است آن نی شرکت است نه مشرک بودن است خب توی این تیکه هایی که شما ندارین و من از نسخه دیگری خوندم میگه که نردبان خلق این ما اومنی است لاجرم زین نردبان افتاده نیست بالاتر رود است و در واقع میگه که شما وقتی که به وادی توحید میرسی احساس میکنی که از نردبان خلق هرچی بالاتر بری احمق تری چون هی میری بالاتر میری بالاتر میری بالاتر و او وقت میفتی و خطرناکتر میفتی و استخوانت میشکنه یک روایتی هست تو رو کشف الاسرار میبودی که یک نفر میرسه به شیطان و به شیطان میگه که تو 700 هزار سال طاعت خدا کردی اینها چطور شد که ترک کردی تاعت خدا رو به این روز افتادی به این بدبختی افتادی اینها شیطان در جواب میگه که مدتی بالا گرفتم ندانستم که هرچه بالاتر روم چون افتم سعبتر افتم و این بالاتر رفتن از یک نردبانی و ندیدن این که داری در واقع هی دور میشی از از اصل و خطرناکتر میشه موقعیت تو لغزنده تر میشه موقعیت تو اینجا هم باز دوباره میبینیم که توی اون نسخه آمده خب این در واقع حالا مقدمه توضیح بادی بیان وادی تو، بود اگر یادتون باشه میگفتم که سبک اتار اینجوریست که اول در توضیح اون یه چیز مبهمی رو میگه یه بحث کلیر میگه بعدش با داستانهای خودش ایزه پس از ابهام میکنه و سعی میکنه اون امر مبهم رو حالا واضح بکنه حال ببینیم چجوری امر مبهم رو میخواد واضح حکایت پیرزنی که کاغذ زری به بو علی داد رفت پیش بو علی آن پیرزن منظورش فکر کنم از بو علی ابو علی فارمدی هست اگه اشتباه نکنم که از صوفیه بزرگ بوده که قبلا هم ازش یه حکایتی گفته بود رفت پیش بو علی آن پیرزن کاغذی زر برد کین بستان زمن شیخ گفتش عهد دارم من که نیز جز زحق نستانم از کس هیچ چیز پیرزن در حال گفته بو علی از کجا آوردی آخر احولی احولی یعنی دوبینی تو در این ره مرد عقل و عقد و حل نیی چند بینی غیر اگر احول نی حال بینه اون زنه چقدر جواب جالبی میده به, آقای بو علی بو علی میگه من عد بسم که بجز از خدا چیزی نگیرم من چیزی حتی نمیگیرم برو کاغذ زری برده بود کن نه کاغذ زر یعنی در واقع یک کیفی که حالا یا یک کاغذی که توش پیچید زر پیچیده بودن کاغذ خیلی خیلی گران ها بوده مثلا مثل مثل اون که الان ما یه چیزی رو در کاغذ کادو بکنیم و حالا طلا رو یا زر رو در کاغذی میپیچیدن و اون رو میرفتن مثلا میدادن به یه بزرگ میگه که یه کاغذ زری اوورد پیش بو علی شیخ گفتش عهد دارم من که نیز نیز یعنی دیگر از این بعد از این به بعد یعنی از بعد از اینکه عهد کردم با خدای خودم تصمیم گرفتم که جز زحق نستانم از کسی چیز پیرزم گفت تو دوبینی خب الان هم داری احق میگیری چه فرقی میکن چه من چه حق حق همه حق هم. نیست میگه این دنیا احد نیست خب م... اما بگیری انگار احق گرفتی احق بگیری انگار از من گرفتی پیرزن در حال گفت ای بو علی از کجا آوردی آخر احولی گفت چرا تو دوبین شدی تو در این ره مرد عقد و حل نی چند بینی غیر اگر احول نی مرد را در دیده آنجا غیر نیست زان که آنجا کعبه نی و دیر نیست یا تو نسخه مشکور اینجا هست مرد را در دیده آنجا غیر نیست زان که اینجا کعبه نی و دیر نیست هم از او بشنو سخنها آشکار هم بدو ماند وجودش پایدار هم جزو کس را نبیند یک زمان هم جزو کس را نداند جاودان هم درو هم زو و هم با او بود هم برون از هر سه این نیکو بود هر که در دریای وحدت گم نشد گر همه آدم بود مردم نشد آدم اینجا یعنی حضرت آدم میگه اصلا اگر حضرت آدم هم باشه اگر در دریای وحدت گم نشه این جز به انسان ها حساب نیست هر یک از اهل هنر و از اهل عیب آفتابی داردن در جیب غیب آفتابی دارد یعنی حقیقتی داره یه درونی داره یک معنایی داره هر یک از اهل هنر و از اهل عیب دو طرف قضیه را میگه آفتابی دارن در جیب غیب خب این باز دوباره از اون حرفای بسیار بسیار خطرناکه که صوفیا میزدن که اهل عیب هم مثل اهل هنر اینها یه آفتابی از حقیقت تو وجودشون هست خب میدونن این حرف خیلی شاعرانه میتونه بشه میتونه خیلی میتونه در واقع جنبی هنر هنری پیدا بکنه میتونه یه کمکی بکنه به اینکه که ما بتونیم عبور کنیم از دیگر اندیش ستیزی و اینکه فکر کنیم که همه موجودات در واقع یه جوری به حقیقت وصلن به فرقی بین اینها نیست این برای ما دوویت وجود داره ولی در وادی توحید اینها همه یکی هستند خب این نکات بسیار درخشانی از توی این نگاه در میاد ولی در این حال چیزی که خطرناک بوده از نظر جامعه و مخصوصا جامعه دینی مثلا این که قضاوت رو چیز میکرده به اصطلاح بلا موضوع میکرده یعنی قاضی انگار هیچ کاره است یعنی قاضی دیگه حالا چجوری بیاد دیگه یعنی نفر پول از یکی بگیر بده که یکی بگیر دوزی کرده پول اونو بگیریم از یکی بدیم به او یا حد جاری بکنه بگه اینو بزنین اونو نزنه وقتی همه در یه حقیقتی دارن و همه یه نوری دارن و همه یه رای رو دارن میرن خب از بنابراین همه انگار دارن کار خودشون میکنن ویروس کرونا هم مثلا داره کار خودشون میکنه ما هم داریم کار خودمون میکنیم بعد دیگه چرا میریم به جنگ ویروس کرونا دیگه یعنی اینجوری یه خورده بحرانی میشه ولی از اون از طرف دیگه خب اون جنبه های مثبت رو که عرض کردم داره عاقبت روزی بود کان آفتاب یعنی همون معنای درونی همون معنای پشت پرده با خودش گیرد براندازد نقاب و نقاب رو میزنه کنار و اون آفتاب درخشان میشه هر که او در آفتاب خد رسید تو یقین میدان که نیکو بد رسید نیکو بد رسید یعنی نیکو بد به پایان رسید میگه هر کسی برسه به اون آفتابه که اون پشت وجودش هست در کنه وجودش هست نیکی بدی دیگه اونجا معنی نداره و اونها دور میشن و نیکی ها میریزه بدی ها میریزه همه چی تمام میشه تا تو باشی نیکو بد اینجا بود چون تو گمگشتی همه سودا بود این اینجا رو باید داریم بزنیم بعد از تو بگیم تا تو اینجا باشی نیکو و بد بود یعنی نیک و بد مال اینجاست مال وادی توحید نیست مال اینجایی که من و شما الان ایستادیم هست یا خود و رهروان ایستادن هست خود, خود در واقع میگه تا تو اینجا باشی نیک و بد بود چون تو گم گشتی همه سودا بود و دیگه وقتی که از این مرحله عبور میکنی میری تو وادی توحید و دیگه اثری ازت نیست اون موقع این بد اینها نیستن اینها همی جنونن بر تو مانی در وجود خیش باز بد بینی بسی و ره دراز اگر قرار نباشه که پرواز کنی و بری و تو همین مرحله بمونی این نیکویه ها و بدی ها من میمونه و راه هم درازه هیچ این راه رو طی نمی کنی. تا که از هیچی پدیدار آمدی در وجود خود گرفتار آمدی یا در گرفت خود گرفتار آمدی گرفت اگر باشه به معنی معاخذه هست به معنی تاوان هست در تاوان خودت گرفتاری در معاخذه خودت گرفتار ولی حالا تو نسخه آقای مشکور هست در وجود خود گرفتار آمدی کاشکی اکنون چه اول بودی یعنی از هستی معطل بودی از صفات بد به کلی پاک شد بعد از آن بادی به کف با خاک شو تو کجا دانی که اندر تن تو را چه پلیدی هاست چه گلخن تو را ما رو در تو زیر پرده اند خفته اند و خیشتن گم کرده اند گر سر موی فرا کنی هر یکی را همچو صد سعبان کنی سعبان یعنی مار مار بزرگ مار خطرناک و میگه اولش میگه کاشکی که اصلا این ما جدا نمیشدیم از هم ما همون کودک عزلی بودیم که از صفات بد میگه کاشکی اکنون چو اول بودی کاشکی ما اون کودک عزلی باقی مونده بودیم ولی حالا که به دنیا اومدیم و صفاتی پیدا کردیم و ما رو کجروم در ما رفتن حالا میگه که گر سر مویی فرا ایشان کنی اگه توجه کنی یک سر مویی به این ما رو کجدم ها هر یکی را همچون صد سعبان کنی همه اینها هی بزرگتر و بزرگتر میشن و غول پیکرتر میشن هر کسی را دوزخ پرمار هست تا نپردازیز دوزخ کار هست و میگه تو باید بتونی که از این دوزخ پرمار عبور بکنی و برسی به اون وادیه به حال دوباره توحید که عین همون روز اول تو مثل کودک ازل تو باشه خب من فکر کنم که اگر اجازه بدین یه استراحتی بکنیم ما چایی بخوریم چای ما البته یخ کرد ولی خب باز حداقل بخورمش و دوباره ببینیم ادامه